تو این قسمت من میخوام در مورد اون فیلد تایپ ها یا اون نوع اون فیلد هایی که به شما توضیح دادم یه مقدار صحبت بکنم. برای این کار ما اول میریم داخل استراکچر یه فیلدی میسازیم. میریم داخل کانتنت تایپ و بعد میریم چیکار میکنیم؟ اد کانتنت میزنیم. اولا بذارید اینا رو بهتون توضیح بدم. اول بذارید یه دونه اضافه بکنم. اول کانتنت تایپ میزنم، اسمش میذارم تمپ. دیسکریپشن بهش نمیدم و سیو میزنم. بعد چیکار میکنم؟ این تمپ اینجا اضافه شد. حالا میگم چیکار بکن؟ برو کانتنت تایپ که همینجا هستیم و منیج فیلد رو همینجا بزنیم. نگاه بکنید. اینا رو دیدید که یکی بود اسمش بود چی؟ لانگ تکست، که بادی ما لانگ تکست هستش. چیزهای زیادی اینجا هستش. تکست رو دیدید، تکست که یه چیز معمولی هست که فقط یه تکست رو اضافه میکنه، حالا بین 0 تا 255 کاراکتر اضافه میکنه. ترم رفرنس رو دیدید جلسه قبلی. ترم رفرنس چه کاری که میکرد؟ مثلا تگ اضافه میکرد یا مثلا فیلد که با کاما اضافه جدا میکرد از کاتگوری تگ، اینا رو اضافه میکرد. بولین به ما چی میده؟ یس و نو میده، یعنی آره یا نه میده. یه سوال از شما میپرسه که مثلا آیا آره یا نه. سوال دو جوابه که بعد یکیشو انتخاب بکنید که رادیو باتون میسازه. دسیمال رو دیدید که برای دسیمال اعداد اعشاری به کار میره. فایل و ایمیج فرقشون چیه؟ این فایل و ایمیج. فایل شما هر فایل رو میتونید آپلود بکنید، ایمیج فقط عکس رو میتونید آپلود بکنید. فرقشون اینه که فایل به عنوان عکس روی صفحتون نمایش داده نمیشه. مثلا روغن زیتون رو دیدید که عکسش اونجا انداختیم. اینجا ایمیج من اگر بزنم، فایل اگر بزنم، به صورت عکس اگر آپلود بکنم به صورت روغن زیتون به من نشون نمیده، به صورت یه لینک نشون میده که من میتونم روش کلیک بکنم و دانلودش بکنم. فلوت یه عدد چیه؟ فلوت نمبر یه عدد گرد که هستش که من اینجا در موردش زیاد صحبت نمیکنم، یه بحث مفصل خودش رو داره. میتونید تایپ بکنید توی گوگل فلوت نمبرز و به شما بگه. اینتیجر عددی هستش که فرقش با دسیمال اینه که عدد اعشاری نیستش. لیست فلوت، لیست اینتیجر، میتونید لیست اضافه بکنید و همینجوری لیست. حالا این لیست به صورت عدد، عدد فلوت و عدد اینتیجر، و این لیست رو به صورت تکست میتونید اضافه کنید. یادتون میاد یه پولی داشتیم که ما بهش لیست اضافه میکردیم، مثلا میگیم که از چه رنگی خوشت میاد؟ آبی، قرمز، زرد، سبز، بنفش، صورتی. همینجوری به جلو میتونید چی؟ لیست تکست این کارو برای شما انجام بده. لانگ تکست و لانگ تکست و سامری، لانگ تکست و سامری مثل بادی سویچ میکنید بین تکست و سامری، یعنی خلاصه یه بادی رو نشون میدید و یا اینکه یا اینکه خود تکست رو نشون میدید. لانگ تکست فقط چیکار میکنه؟ دیگه سامری نداره، فقط خود تکست رو به شما از شما میخواد. تکست هم که دید به این صورت. تنها اینجا چیزی که میمونه، من یه فیلد اینجا اضافه کنم بهش. من بیام یه فیلد اضافه کنم به نام Is it current news؟ اینجا و من بگم چی؟ اینو به صورت چی؟ existing, add existing field. میخوام یه فیلد اضافه کنیم که وجود داره، برای اون فیلدی که وجود داره. من بیام اینجا چند نوع چیز داریم اینجا. میبینید اینجا حالا یه برای کدوم میخوای اضافه کنی؟ Select the field. میبینید که ما برای پول، بادی برای تکسانومی، فوروم برای این، برای این و این، ما چیزی که میخوام اضافه کنیم current news که یادتون میاد اضافه کردیم، برای اون میخوام اضافه کنیم. برای این current news میگیم اضافه کن. پس این رو سلکت کردیم، میخوایم برای یه فیلدی که وجود داره یه همچین چیزی اضافه کنیم. حالا رادیو باتون رو دیدید، من اینجا چی انتخاب میکنم؟ auto complete term widget و این رو سیو میزنم. خب این رو ندیده بودید. وقتی این رو سیو زدم اینجا میبینید چند تا چیز اضافه شده. برای دمونستریت کردم میام اد کانتنت رو میزنم اینجا، میرم صفحه دیگه و این temp رو اضافه اینجا نشونت میدم. خب حالا ما temp رو نمیخوایم اضافه کنیم، میخوایم current news رو اضافه کنیم. برای اینکه ما نشون بدیم این رو چیکار بکنیم، نوشته is it current news. میبینید اینجا یکم اینجا داریم به نام is it current news. من مثلا بزنم no it's not و اینجا چیکار بکنم؟ سیو بزنم. و اگر ما بریم اینجا ریفرش بزنیم،
خب ببینید که اینجا نوشته is it current news. البته من بین s و t فاصله نذاشتم. بذارید من این temp رو ببندم. تو این قسمت یه آرتیکل میخوام اضافه کنیم. نگاه بکنید نوشته is it current news. Historical news. و این پایین توی این قبلی ما مثلا اگه میخواستیم یه چیزی اضافه کنیم چجوری اضافه میکردیم؟ میومدیم این رو ادیت میزدیم و بعد بذارید این رو درست بکنم اول. Is it current news. البته این رو ما میخوام بعدم پاک بکنیم. مثلا میزدم no و بعد yes و بعد حالا مثلا میزدم no یکی اینتر رو میزدم و دوباره ادیت رو میزدیم اینجا. خب اینا رو همه رو چی؟ وقتی که میزدید is it current news میره چی به این اینجا اضافه باید بشه. میدونید چی میگم بهتون؟ حالا no, yes و الی آخر اینا و تگ مین تگز کار میکنه auto complete که قبلا که مثلا ما میزدیم میبینید که من تی میزدم تایملاین میومد یا مثلا میزدم پی پوست وار میومد. یه همچین چیزی برای شما اضافه میکنه. اینکه بهتر ببینید ما اینجا توی این مثلا میزدیم sort of news و اینجا یه تایتل بهش اضافه میدیم اضافه میکنیم is it current news. حالا من میزنم temp news که بعدا دیلیتش میکنم سیوش میکنم اینجا و برای اینکه ما اینجا بهتر ببینیم بذارید یه بار دیگه بزنیم تایتل بادی نمیدیم و بعد میام اینجا بزنیم sort of news سیو میزنیم. خب این الان اضافه شد نوشته چی؟ Is it the current news? Sort of news. حالا الان اگه بریم داخل آرتیکل اونجا ریفرش بزنیم میبینید که اینجا اضافه شده. پس یه همچین کاری رو شما میتونید با این چیزی که من اینجا به شما گفتم انجام بدید. حالا برای اون فیلدی که شما میخواید ساخت بسازید و بعد ویجتی که حالا دارید بسازید و بعد چی کار بکنید اینجا اضافه میشه اون تگی که شما بخواید رو اضافه میشه و یادتون باشه که یه دونه یکیشو بیشتر نمیتونید انتخاب بکنید. پس اینم از این. اما ما این فیلدها رو احتیاج نداریم. فقط به شما گفتم که چجوری میتونید همچین چیزی درست بکنید. من میام اینجا چیکار میکنم؟ این رو دیلیت میکنم و چی این فیلد دیلیت میشه و توی آرتیکلم اگر الان بیام یه ریفرش بزنم توی آرتیکل دیگه نباید اون فیلد وجود داشته باشه. یعنی اگر بریم add content article refresh sort of news وجود داره. پس شما باید چی؟ اول میرفتید sort of news رو دیلیت میکردید. پس اینم از این. حالا برای دیلیت کردن این شما باید برید کجا؟ باید برید اون فیلدی که ساختید توی content و توی ببخشید taxonomy ببخشید این structure taxonomy. حالا نگاه بکنید current news اینجاست. شما برای دیلیت کردن این باید برید چی؟ بزنید edit vocabulary. vocabulary اضافه شده. میبینید که اینجا میتونید current news رو دیلیت بکنید. اما من داخل لیست بیام این رو باید دیلیت میکردیم. edit و اینجا delete و چی؟ این save میشه. حالا اگر ما بریم داخل آرتیکلمون دیگه چی؟ اون sort of news اینجا وجود نداره. پس دیدید که این taxonomy هایی که شما خواستید رو به این صورت میتونید با auto complete اضافه کنید و برای دیلیت کردنش هم اون تکسانومی ها رو میاد از اینجا دیلیت میکنید. میبینید که forums, current news و tags رو اینجا در به صورت تکسانومی دارید.